به نام خداوند یکتا و مهربان. سلام وطن‌دارای عزیز، بیننده‌های خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و وطن‌دارای ما که در 93.5 همی لحظه صدای ما را به گونه زنده شنونده هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. صبحتان بخیر. امروز باز هم در اولین گزارش به گونه زنده در خدمت شما هستم. همین لحظه با بین سرک که به طرف مکرویان چهارم میره و یک سرک هم به طرف میدان هوایی کابل میره ای طرف، و امروز پیش یکی از کسای آمدیم، یکی از بزرگایی که خیلی دیر شد احوالش هم نداشتیم، و یکی از دوستای بسیار خوب ما، یکی از کسایی که واقعا خیلی خوب نعت میخوانه و واقعا که یک آدم بسیار شکسته، یک آدم بسیار دوست داشتنی، خیلی وقت بعد پیشش آمدیم. کاکا آقا شیرین یکی از کسایی که واقعا خوب نعت میخوانه، اما آمدیم که اینجا فعلا یک کراچیک است و جوس و نوشابه هم ترا سودا میکنه. خب گپی است که شاید پیش از این هم پیشتر قصه کرد برای ما، گفت که اینجا بچه میباشم و نمیباشم. خب یکان وقت که دقا آورد دیگه باز نیایی هم تو چکر زده میده میده طرف یکان کارو بار یک دقیقه قصه میکنیم امروش. خب آقا شیرین صبح بخیر. خب شما بخیر، تشکر. چی حال داری؟ فضل خداوند. جانک جور است؟ شکر فضل خداوند. شکر که خوب هستی، دیر و اقباد آمدیم پیش. و همچنان شکر شما رو صدمان دیدیم، بسیار دیر مش یکم دو نیم سه سال بعد. بخیر باشه. دو نیم سه سال بعد دیگه ما خودت باز پیدا کردم. خب شکر که خوب هستی. چی کارهای دیگه کردی در دو نیم سه سال؟ دو نیم سه سال بعد من خود یک شرکت به اصطلاح بگیم خصوصی کار میکردم. کار میکنم و یک در وظیفه ما همان روزا میرفتیم. مال کارا خو میفهمی که در کل جای کارا فلج شده، کارا فلج شده. دمای دو دفعه سه دفعه که در شرکت برم دیگه نمیشه، یک بچه کم بزده نمیشه میباشه دیگه، چاره نداشته. منیم گفت کراچی سگریت و نوشابه منیم گپا را سودا میکرد دیگه. بعض وقت که من گپ پیشتر خودتان که دق میارم میشه کدش میشنم که دق خودم هم نبرم. خدا مهربان از دست خلال برادر از طرف رب چیده که برای ما تعیین شدم، حتما او را میگریم و میخوریم. بشک بشک. یکان وقت من در خانه بیکار میموندم، بسیار که دلم تنگ میشد میبرم ادم از مانم یک چهار نفر رفیق بود و احمد محمود گرفتم میرفتیم در یک جای، اگر پیسه می بود یا نمی بود میرفتیم دیگه. از شما دیگه فقط یکان جایی که باشه که بیشینی نیده قیمتون چرت و فکر همون تک والا گپ یی گپ ما از من تا ما سری وقت اگر بیکار می باشم در خانه مو تاله میکنم. بشک همین کتابا یا ولا ولا را به اصطلاح و نهار بدن و رفا هم یا اشعار که سرودن هم اشعار و نهار مو تاله میکنم دائم. بشک. زیاتر کدام اشعار رو تاله میکنی؟ ما زیاتر اشعار شیخ سعدالدین صاحب انصاری قدس الله سره العزیز رو مطالعه میکنم. یک اولیای مادرزاد بده به اصطلاح، شاد خود زیارت شد بلد باشی نباشید، یک منطقه را به نام ده حیات میکنن. در کابل است؟ در کابل است، طرف نمی کوی که معلوم بشه تو کوی خود رواج به اصطلاح بگیم عقب میدان هوایی، یک قریه به نام قریه ده حیات میکنن، مربوطه ولسوالی ده سبز است. واقعا که اولیای مادرزاد بده نشک بخیر باشه. از همیش کدام شعرش به یادت هست؟ کدام چیزه؟ یک شعرش هست، بسیار کتاب ها را زیاد تصنیف کرده، منتها یک کتابش به نام شورش عشق در کابل هم پیدا میشه. شورش عشق؟ شورش عشق، بله. یک شعر گفته که میگه من که دیوان از جام شیخ سعدالدینم، پشت خم گشته و تیرم ز کمان میگذرد، ماه رمضان عزیزان میرود، ماه رمضان عزیزان می رود. امیال فراموشم شده بود. خوند چشم روز داران می رود. به شک به خدا یگان وقت فضای آدم که در این وقت شعر می خوانه
اما تو ناخداگاه یک دفعه از موجه مبرایی در کوچه دیگه میری اینجا سر بازار آمد دیگه اینجا سر بازار آرند موتر و بیر بارک یا یک ذرک آدم چی میکنه؟ حواس آدم ها میبره دیگه طرف بله بله هم خیر باشی دیگه از کی آره مطالعه میکنی کتاب های شعر شعر های شعر؟ من در بطن کتاب های حافظ دایی برم کدام شعر از حافظ دایی برم بیاد دست ببین اگرچه حافظ شعرم جوی نمی اردم مگرم از کرم تو از کرم خیش یار من باشی این در واسه خود الله جل جلو رو گفتن اگرچه حافظ شعرم یعنی به جوی مردش ندارم مگه می لطفی که تو تا بالای مداری اون لطف تو به نهایت است واقعا در این میگن شعر یکان کسای دیگه هم باز خلاب هم میگیره که من شعر یکو حافظ نمی سردوام گفت شده مبارک اول به ثبات بده مگم گفت دوستای خدا اولای خدا سر شده حال لسان الغیب که میگن حافظ به شعرادی با واقعا شعرهای داره کس تعبیر کرده نمیتونم بسیار بلند گفتار کرده یک بگی همه سودارم بگی پیسه گرفتی بدر بطه چند میشه ساجق شیک پنج رفه دیگه میمانه اینجا هست مایده بگی یکی دیگه هم بگی امروز یک سخت آدم بودیم در حال پنج رفه میگم یکی دیگه هم بگی میگنه من یک شعر هست میگم روم به جای دیگر دل هم به یار دیگر هوای یار دیگر دارم و دیار دیگر یعنی یک شعر هست من کمپوزم شده بود خمونتا همی به یادم بود کدام هدف و مقصد شعر نداریم شاعرش هم گم است گفته پوردی سر خب به هر صورت ما یک همی همکار ما کس پوردی سر ما دانش صاحب یک کس داخل استودیو است این آدم کس بسیار چی است زیادتر همیشه کوشش میکنه که با ادبیات خوب گپ بزنه اینمو چی میگن فصاحت و بلاغتش بسیار خوب است دیگه من نفهم که با شعر شاعری هم علاقه داره نداره خو یگان وقت یگان چیز میگه مقصد بله بله بشنویم مگر میگه امیر یک بار دیگه هم تکرار بکنن همکار ما از داخل استیدیو میگه بگوین که پدرم روزه روزه رزوان به دو گندم بفروخت پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم اینه میگه شعر از طرف ما تقدیم به دار شعر بالا بدم یا مزافسه بله بله بسیار تشکر کاکا آقا شیرین خودت هر روز خو نمی یکان وقت می باز چطور کاروبار ایجا میشه نمی والا دم روزا هر روز میم کاروبار مباقت کاروبار کم شده مردم بسیار مسکین شده بیچاره شده پیسه نیست وقتی که پیسه باشم تو هم یک گنرژی میخری یا مثلا یک از اقل یک بطلاب خو میخری وقتی که پیسه نداشته باشم پیسه بطلاب نداشته باشه دیگه مجبور است که اما هم نخری کار ما تقریبا از 100% تا 25% رسیده حکومت سابق خوب بود این همه حالا من تا این واده را 1300 1400 دکانداری میکنه مال دخل مثلا گفت 200 دو نیم صد 300 تا بگاه 1300 دکانداری میکنم ایران هستم که میره در کجا برسانم و یک بچه دارم باز خلاص نانوار خانه خودم هم هستم 5-6 نفر فامیل هم هستم نام خدا این کراچویک های خود در نظر آدم نمی میگه یک ساجق و یک جوس و یک بوتلو است مگر او برادر سرمایه که نباشه اینه میرم کس نمیتونه بیاره در این کراچی بانه این در نظر کس نمیه اما اگر خوب سودا باشه جوس سودا شه او مدنی سودا بکنن شاید که از 1500 افغانی هم در روز بلند باشه یعنی که دخل از یا دخل بزنن کار بکنن اما گپی است که مهمش که سرمایه باشه وقتی اگر سرمایه نباشه دیگه
هیچ کار نمیشه، نه تنهایی کراچی، همه تو نیست کاکا باشه. بله بله، ما جدایی داریم، مثلا نوشابات داریم که درد بول میگن، یک تده اشتاد یا کدی شد دوانی قیمتشن، منوتر کلان مثلا یک تده پیندا یا یک تده شد کس نمیگرن، تگرید داریم که کتیش از افتاد گرفته، از افتاد بغانی، ایلون بیست بغانی داریم، بغانیم بیست بغانی رو مردم میخره و افتاد شد بسیار اکتیدان مردم کم میخره. یک بسته و دوازده دانه داره؟ بله بله. چند میخرین یک بسته ها؟ ما یک بسته ها به اصطلاح بگیم کریستال ها میخریم صد بانیم صد رو پر دوازده دانه داره، اما دو بوتل فایده شد. بله بله، این هم دو بوتل فایده شد. از اون وقت که ما ششتیم یک نفر همیشه یک ساشق شیک خرید خلاص. بله بله، من پیشتر گفتم مادم بسکین بشاره شده. بله بله، بیا خیر بخیر و سلامت باشی. کدام گپ گفتنی اگر داری برای مردم ما؟ کامرام مایک در خدمت ما میگیم برادر، در قدم اول خداوند پاک ملت ما را آرام بسازد. آمین. ملت ما را از جنجال و این گرسنگی آوارگی از یاد ساد بعد که ما شما چند قبل شاهدش بدیم، خداوند پاک از یاد ساد ما شما را نجات بده و سر ملت ما رحم کنه. من ملت ما شما بسیار رنجیده، بسیار تک تک و پارچه پارچه، از خداوند بالای ملت رحم کنه، دمار یک آرامی مطلق نصیب کل ملت کنه. ما کل ما مسکین بیچاره ها و آرگی همه چیز دیدیم، مگم بس از دیگه 40 سال در وطن ما جنگ است. خداوند پاک جنگ با کلی از افغانستان ختم کنه. بشک. آمین. بخیر باشی کاکا آقا شیرین. خوب ندخان است خمایی جایش نیست. جایش نیست. بله بله. نمیشه در اینجا. یار زنده و صحبت باقی. سیار چی میگن؟ این رقم شوق علاقه داریم که بشتیم دیر وقت شده صدایتان بخدا نشیم. سلام، ما بخدمت هستیم. بدون شک خود ند سر داره. بله بله. یک رفتار منظم داره. از جد خود جای داره. از خود جای ور نقطه خود مکانه. اینجا نمیشه. بسیار تشکر، خوش باشی کاکا باشی. بایزد باشی. نخیزی از جد. نخیزی. بسیار تشکر. بسیار تشکر. بودن مذاب ما این رقم دارم. خواهش میکنم. خدای نمان به احترامت. به احترامت استاد شده. بایزد باشی. تو خودت بشی که مراحت باشه. باید میربونی. خب تشکر از شما هم که تا این لحظه بیننده گزارش شما بودین. بگونه زنده است. منطقه مکرویان چهارم شهر کابل. دیر وقت بعد کاکا قاشترین ندخان دیدیم. خوش شکر که ساعتش خوب است، اما روزگارا خوب نیست در مجموع. بریم به طرف استودیو صبح زندگی. منتظر دومین گزارش هم همچنان باشین. امروز در صبح زندگی در حال حاضر هم شما و همکارایم در داخل استودیو.